آقای بیپروا، روز گذشته دادگاه سوئد بعد از 50 ماه حبس آقای حمید نوری در سلول انفرادی رأی بدوی حبس ابد رو تایید کرد. شما این موضوع رو از منظر حقوق بشر چطور ارزیابی میکنید؟ اروپای مدعی حقوق بشر به صورت بیشرمانه داره حقوق بشر رو نقض میکنه، حقوق انسانها رو نقض میکنه. حالا شما اصلا ملاحظه کنید در ارتباط با پرونده آقای نوری بحث دادرسی منصفانه نقض شده، بحث آزادی های متهم نقض شده، بحث حق بر سلامت این شخص نقض شده، و این مجموعه از نقض های حقوق بشره که داره به صورت گسترده صورت میگیره، و این موضوع باعث شرمساری هم اتحادیه اروپا و هم دولت سوئد میشه که میان از حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنن، اما خودشون به صورت بسیار وقیحانه دارن در ارتباط با یک شخصی که در ارتباط با یک پرونده ساختگی گرفتار شده رو حقوق بنیادین رو نقض میکنند. سوالی که مطرح میکنیم، آیا دادگاه سوئد دارای گستردگی هست یا خیر؟ که اساسا دادگاه سوئد نمیتونه این بحث صلاحیت جهانی رو به صورت گسترده اعمال کنه که اصلا یک ایرانی رو مثلا بیاد به صورت فرضی، از ما بحث ماهوی کار نداریم. و دومین موضوع، حالا از بحث صلاحیت جدا بشیم، جرمی که میخواد رخ بده باید مستند قانونی وجود داشته باشه. اینا نه مستند قانونی داشتن و نه حتی شاکی مستقیم داشتن. شاکی هایی هم که اینجا مطرح شده بودن یک سری جریان رسانه‌ای و یک سری جریان نفاق عقده بودن، و واقعا شرایط شاکی ذی‌نفعی که وجود داشته باشه بیاد بحث تعقیب جرم و شکایت رو انجام بده وجود نداشته. خیلی ممنون آقای بیپروا. و اینکه ما پرونده آقای نوری رو در کدام یک از مراجع بین المللی میتونیم پیگیری بکنیم؟ به نظر من کاری که میشه کرد فشارهای بین المللیه، یعنی مثلا در چارچوب بحث خود کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یا کمیته حقوق بشر که پروتکل الحاقی بحث شکایات اشخاص رو که پذیرفته و سوئد هم پروتکل الحاقی رو امضا کرده، آقای حمید نوری میتونه به اون کمیته علیه دولت سوئد شکایت کنه، و در سطح اروپا هم دادگاه اروپایی حقوق بشر هم یک مرجع مناسب هست که به جهات در واقع نقض دادرسی منصفانه و نقض اصل براءت و نقض آزادی افراد که در مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اومده میتونن شکایت کنن. یاد توصیه من اینه که حتما در دادگاه اروپایی حقوق بشر به جهت نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی علیه دولت سوئد آقای نوری شکایت بکنند.